افسانه پری پرنده روزی روزگاری پادشاهی بود که سه پسر داشت پادشاه در هنگام پیری بینایی خود را از دست داد پزشکان بسیاری سعی کردند او را معالجه کنند ولی موفق نشدند پادشاه سرانجام پسر بزرگش را فرا و گفت پسرم تو باید بروی و دارویی برای چشمهای من پیدا کنی شاهزاده پرسید از کجا؟ پادشاه جواب داد باید به جایی بروی که پای هیچ اسبی به آنجا نرسیده باشد از آنجا کمی خاک برای من بیاور دوای درد من این است پسر بار سفر بست سوار بر اسب شد و حرکت کرد شش ماه تمام در راه بود و بالاخره به جایی رسید که در چهار طرف آن تا فرسنگ ها اثری از آبادانی نبود در آنجا چشمه ای بود و در کنار چشمه درختی خشکیده قرار داشت شاهزاده با خود گفت خدایا این درخت در کنار چشمه است ولی یک برگ سبز هم ندارد توی این آفتاب چطور بخوابم؟ جوان شنل خود را بر روی یکی از شاخه های درخت انداخت و زیر سایه آن دراز کشید و به خواب فرو رفت. وقتی از خواب بیدار شد، دید درخت پر از برگ های سبز و تراوت است. از شاخه های درخت سیب های آویزان بود که وزن هر کدامشان به یک چارک می رسید. شاهزاده خرجینی را که به همراه داشت پر از سیب کرد و چند مشک آب برداشت و با خود گفت اینها را میبرم برای پدرم بدون شک پای هیچ اسبی به اینجا نرسیده است شاهزاده سوار بر اسب شد و شش ماه بعد به قصر رسید درباریان به نزد شاه رفتند و خبر بازگشت پسرش را به او دادند پادشاه آهی کشید و گفت آه این پسر برای من چه آورده؟ حتما دست خالی رفته و دست خالی برگشته شاهزاده به نزد پدرش رفت و سلام کرد پادشاه گفت خوش آمدی پسرم تا کجا رفتی؟ پسر جواب داد پدر جایی رفتم که پای پدران شما هرگز به آنجا نرسیده خب تعریف کن چطور جایی بود؟ آنقدر رفتم و رفتم تا به چشمه آبی رسیدم پادشاه حرف او را قطع کرد و گفت بقیه اش را خودم می دانم. در آنجا درخت خشکیده ای دیدی. در زیر سایش خوابیدی. وقتی بیدار شدی دیدی درخت سبز شد و غرق سیب است. درست است. شاهزاده با تعجب گفت بله پدر کاملا درست است. شاه گفت پسرم من خودم به آنجا رفتم. یک روز صبح حرکت کردم ظهر به آنجا رسیدم چای خوردم و کمی استراحت کردم شب در خانه بودم نه پسرم چیزی که تو از آنجا آورده ای دوای درد من نیست پادشاه پسر دومش را فراخواند و گفت پسرم حالا نوبت توست آماده سفر شو پسر گفت پدر وقتی برادر بزرگم نتوانسته چیزی بیاورد که شما را شفا دهد از کجا معلوم که من بتوانم؟ شاه گفت چاره ای نیست باید بروی پسر دوم بار سفر بست و سوار بر اسب از قصر بیرون رفت بعد از شش ماه به همان چشمه و درختی رسید که برادرش رسیده بود با خود گفت برادرم تا اینجا آمده من باید دورتر بروم پسر دوم سه ماه دیگر سفر کرد و بالاخره به تپه ای بلند رسید بالای تپه از کهربا پوشیده شده بود و انواع و اقسام جواهرات در آنجا فراوان بود پسر با خود گفت اگر پدرم به اینجا آمده بود این سنگ های قیمتی الان در قصرش بود پسر خرجین های اسبش را پر از جواهر کرد و به خانه بازگشت درباریان به نزد شاه رفتند و گفتند چشمتان روشن حضرت پادشاه پسرتان از سفر برگشته پادشاه این بار هم آهی کشید و گفت برگشته ولی با دست خالی شاهزاده پیش پدرش آمد سلام کرد و دست او را بوسید پادشاه هم او را بوسید و گفت خب پسرم بگو تا کجا رفتی؟ پسر جواب داد پدر جایی رفتم که هیچیک از اجداد شما پایش به آنجا نرسیده خب آنجا چه جور جایی بود؟ تپه بلندی بود که پادشاه حرف پسر را قطع کرد و گفت بقیه اش را خودم می دانم. حتما برای من انواع و اقسام جواهرات را آورده ای. نه؟ بله پدر. بسیار خوب. برو آنها را بیاور. ببینم چه هستند. پسر پادشاه رفت و خورجین ها را آورد. خیلی زود معلوم شد که آنچه این شاهزاده با خود آورده بود چیزی نبود جز شیشه های رنگی. پادشاه گفت برو پسر برو خدا نگهدارت باشد. بگو برادر کوچکترت بیاید پیش من. سومین پسر پادشاه پیش او آمد و گفت بله پدر چه امری دارید؟ باید به دنبال چیزی بگردی که چشمهای نابینای مرا شفا دهد. پدر من هنوز بزرگ نشدم تا حالا از قصر بیرون نرفتم. چطور میتوانم چون این چیزی را برای شما پیدا کنم؟ شاه گفت پسرم چاره ای نیست باید بروی تو آخرین امید من هستی شاهزاده فرمان پدرش را اطاعت نکرد به باغ رفت و در جایی دراز کشید و به خواب رفت در عالم خواب مردی را دید که به او گفت چرا اینجا خوابیده ای؟ نمیدانم چه کنم پدرم به من دستور داده که بروم برای چشمهای نابینایش دوایی پیدا کنم من تا به حال به هیچ جا سفر نکردم. نمیدانم کجا بروم. مرد گفت برو پیش پدرت و بگو انگشتری را که به انگشت خود دارید و شمشیری را که به کمر بسته اید و اسبی را که سوار می شوید به من بدهید تا من فرمانتان را اجرا کنم. شاهزاده وقتی از خواب بیدار شد پیش پدرش رفت و گفت پدر انگشتر و شمشیر و اسب خود را به من بدهید تا من فرمان شما را اجرا کنم پادشاه خوشحال شد پسرش را در آغوش گرفت و گونه هایش را بوسید و گفت تو پسر شجاع من هستی مطمئنم که می توانی دوای درد مرا پیدا کنی صبح روز بعد پادشاه انگشتر خود را از انگشت درآورد شمشیر خود را از کمر گشود و به فرزند داد بعد به مهتر خود دستور داد که اسب او را زین کند و در اختیار شاهزاده بگذارد شاهزاده سوار شد و از قصر بیرون رفت از همان راهی رفت که پدرش گفته بود شاهزاده صبح در قصر چای نوشید و ظهر به آن چشمه آب و درخت خشکیده رسید و در آنجا نهار خورد بعد از ظهر به آن تپه بلند رسید از تپه گذشت و ناگهان دو خورشید در پیش چشم خود دید یکی در آسمان و یکی بر روی زمین شاهزاده با خود گفت این چه سرزمینی است که من به آن قدم گذاشتم دو خورشید دارد یکی در آسمان و یکی در زمین شاهزاده اسب خود را به سوی خورشید زمینی راند و دید که پر طلایی رنگ یک پرنده در آنجا افتاد و مثل خورشید می درخشن. جوان از اسب پیاده شد پر را برداشت و به دستار خود زد اسب او به سخن درآمد و گفت شاهزاده آن پر را دور بیانداز جوان گفت چرا این پر بدبختی می آورد شاهزاده خندید و با تمسخر گفت آخه چطور یک پر میتونه بدبختی بیاره اسب هشدار خود را سه بار تکرار کرد اما شاهزاده گوشش بده کار نبود بالاخره اسب گفت بسیار خوب همانطور بگذار پر روی سرت باشد شاهزاده همانطور که پر را به دستارش زده بود به راه خود ادامه داد بالاخره به شهری رسید که پادشاهی بر آن فرمان میراند وزیران پادشاه با عجله پیش او رفتند و گفتند جوانی دارد به سوی شهر ما می آید که خورشیدی بر سر دارد درست مثل خورشیدی که در آسمان است پادشاه فرمان داد که جوان را به نزدش بیاورند وقتی شاهزاده در حضور شاه قرار گرفت شاه پرسید تو کی هستی ای جوان؟ قریبم دارم از شهر شما می گذرم. پادشاه پرسید آن خورشیدی که به دستارت زده ای چیست؟ پر یک پرنده است توی راه پیدایش کردم. پادشاه گفت میخواهم ببینمش. شاهزاده پر را از دستار خود کند و به پادشاه داد. همین که پادشاه پر را به دست گرفت مسهور آن شد و گفت متشکرم میتوانی بروی. شاهزاده رفت و پادشاه با پر تنها ماند. آن را به دیوار و اتاقش نصب کرد. نمی چشم از آن بردارد اگر کسی اجازه شرفیابی میخواست میگفت وقت ندارم برو یک روز پیرزنی پیش او آمد و گفت کسی جوجه هایش را دزدیده شاه جواب داد برو بیرون برو بیرون پیرزن من وقت این کارها را ندارم پیرزن که دید همه هوش و حواس شاه متوجه پریز که به دیوار آویزان است گفت پادشاه ها این فقط یک پر است و شما اینطور مجذوب آن شده اید. اگر پرنده ای را که این پر به او تعلق دارد ببینید آن وقت چه می شاه روی خود را برگرداند و به پیر زن گفت چه کسی می تواند پرنده را برای من پیدا کند؟ معلوم است همان کسی که این پر را پیدا کرده به او دستور دهید که پرنده را برای شما پیدا کند. شاه یکی از وزرایش را فراخواند و گفت جوانی که این پر را به من داد کجاست؟ بیاوریدش پیش من. معموران شاه جوان را در یک مسافرخانه پیدا کردند و او را به نزد شاه آوردند. جوان با خود گفت وقتی پادشاه پر را از من گرفت هوش و حواسش را از دست داد و فراموش کرد بابت آن پولی بدهد. لابد حالا میخواهد جبران کند نمیدانم با آن پول چه کنم؟ وقتی جوان را پیش شاه آوردند هفت بار تعظیم کرد و سپس دست به سینه در مقابل او ایستاد پادشاه گفت جوان میدانی چرا احزارت کردم؟ نه علا حضرت نمیدانم پادشاه بدون هیچ مقدم چینی گفت باید بروی پرنده ای را که این پر اوست برای من بیاوری جوان اعتراض کرد و گفت قربان من در این کشور قریبم چطور می توانم آن پرنده را برای شما پیدا کنم؟ پادشاه گفت نمیدانم ولی این را میدانم که اگر پرنده را پیدا نکنی سرت را از تنت جدا می کنم. شاهزاده از قصر پادشاه بیرون آمد و به مسافرخانه برگشت و شروع کرد به گریه. وقتی گریه هایش تمام شد اسبش به حرف در آمد و گفت حالا که اینطور به گریه افتادی شاید به یاد بیاوری که من گفتم به آن پر دست نزن لابد حالا میفهمی که حق با من بوده نه؟ ولی این پایان ماجرا نیست درد سرهای بزرگتری در راه است شاهزاده با چشمان اشکالود گفت فدای آن پاها و سمهایت بشوم اسب عزیزم حالا چه کار باید بکنم میبینی که به چه درد سری افتادم کم کن. اسب گفت ناراحت نباش برو بخواب. من فردا صبح میگویم که چه باید بکنی. شاهزاده سعی کرد بخوابد اما تا صبح پلک بر هم نگذاشت. صبح زود بلند شد و به سراغ اسب رفت. غذایش را داد و تیمارش کرد. بعد هم خودش چند لغمه غذا خورد و از اسب پرسید خب کجا باید برویم؟ دهنه من را ول کن من خودم به جایی میروم که باید برویم شاهزاده مهار اسب را رها کرد و اسب تاخت کنان رفت و رفت تا به جنگلی رسید اسب از شاهزاده پرسید میدانی اینجا کجاست نه نمیدانم اسم اینجا جنگل بی حاصل است شاهزاده از اسب پیاده شد اسب گفت تنگ مرا بردار و دهنم را باز کن شاهزاده اطاعت کرد. اسب گفت آنجا را می بینی؟ آن درخت بزرگ بلوط را در وسط جنگل می بینی؟ بله می بینم اسب گفت در زیر آن درخت یک حوز مرمر قرار دارد. نزدیک حوز یک گودال میکنی و توی آن پنهان میشوی. امروز جمعه است. هر جمعه یک پری به اینجا می آید و آبتنی می کند. اول به شکل یک پرنده است ولی وقتی پرهایش را در بیاورد به زنی زیبا تبدیل می شود. پرهایش را کنار حوز مرمر می گذارد و بعد آبتنی می کند. پس از آبتنی بیرون می آید و پرهایش را دوباره برتن می کند. تو قبل از اینکه او پرهایش را برتن نکرده هیچ کاری نباید بکنی. همین که پرهایش را به تن کرد از گودال بیرون می آید و دو پایش را محکم می گیری و به اینجا برمیگردی. شاهزاده رفت کنار درخت بلوط و همانطور که اسب گفته بود گودالی در نزدیک حوز کند و درون آن پنهان شد چندی نگذشت که پرنده شگفتانگیز با پرهای طلایی و سری شبیه به سر انسان پدیدار شد پرنده همچون خورشید میدرخشید وقتی پرهای طلایی خود را در آورد به زنی بی نهایت زیبا تبدیل شد پری وارد آب شد بدن خود را شست از آب بیرون آمد پرهایش را به تنگ کرد و داشت آنها را مرتب می کرد که ناگهان شاهزاده از مخفیگاه خود بیرون آمد دستش را دراز کرد و هر دو پای پرنده را گرفت پری فریاد کشید از جان من چه می خواهی؟ بگذار من بروم اگر مرا به خانه ات ببری گرفتار بلا می شوی. شاهزاده گفت پرنده عزیز فدای خاک پایت شوم فدای قلب مهربانت شوم من هنوز خیلی جوانم مجبورم تو را پیش پادشاه ببرم وگرنه سرم را از تنم جدا می کند پرنده گفت سرت بر تنت می ماند همین که فرصت کنم به جایی می كه که هرگز بر نگردی شاهزاده جوان سوار بر اسب خود شد و پرنده را به قصر شاه بود پادشاه پرنده را از او گرفت و باز هم مات و مبهوت شد پس از چند لحظه به جوان گفت متشکرم مرخصیم. شاهزاده یک بار دیگر بی آنکه دست مزد خدمتش را دریافت کند از قصر بیرون رفت و به مسافرخانه بازگشت پادشاه پرنده را در یک قفس زندانی کرد و قفس را به دیوار آویخت تمام هوش و حواس پادشاه متوجه پرنده بود و با تمام وجود آرزو داشت که صدای آواز او را بشنود اما از پرنده هیچ صدایی در نمی آمد پادشاه هر چه می کرد سودی نداشت بالاخره با لحنی التماس آلود گفت ای مرغ زیبا فقط اگر یک کلمه با من حرف بزنی هر چه بخواهی به تو میدهم. پری گفت خانت ویران شود ای پادشاه در زیر این پرها زنی مخفی است که اگر تو تمام دنیا را از شرق تا غرب به مثل او پیدا نمی کنی. اگر آرزوی مرا برآورده کنی من این پرها را کنار می گذارم و ملکه تو می شدم. آن وقت همه شاهان عالم حسرت تو را می خورند. شاه گفت، بگو چه آرزوی داری، هر چه باشد براوردهش می کنم من می خواهم خدمتکارم را به اینجا بیاوری این زن را دیو سرخ در جایی بین دریای سیاه و دریای سفید زندانی کرده او را بیاور پیش من، آن وقت من بانوی تو خواهم شد پادشاه پرسید، چطور می توانم او را به اینجا بیاورم همون جوانی که از آن راه دور مرا به اینجا آورد، خدمتکار مرا هم می تواند به اینجا بیاورند. پادشاه بلافاصله فرمان داد که آن جوان را به حضورش بیاورند. معموران پادشاه شاهزاده را یافتند و از مسافرخانه بیرون آوردند. شاهزاده گفت، برادران، زندگی در اینجا مثل زندگی در جهنم است. باشد، می آیم ببینم پادشاه شما، دیگر چه می خواهد؟ چیزی نگذشت که جوان در مقابل پادشاه دست به سینه ایستاده بود. پادشاه رویش را به طرف او برگرداند و جوان تعظیم کرد. شاه گفت مرد جوان میدانی چرا احزارت کردم؟ نه علا حضرت نمیدانم. پادشاه گفت باید به سرزمینی سفر کنی که بین دریای سیاه و دریای سفید است. در آنجا دیو سرخ زنی را در بند کرده است باید آن زن را نجات دهی و به اینجا بیاوری جوان به اعتراض گفت من چطور از این دریاها بگذرم چطور دیو سرخ را شکست دهم و آن زن را آزاد کنم پادشاه گفت سر مرا با این سوال ها به درد نیاور یا می روی او را می آوری یا سرت را از سند جدا خواهم کرد شاهزاده جوان از قصر بیرون آمد و با چشمان گریان به مسافرخانه برگشت اسب از او پرسید خب چی شد شاهزاده گفت چه بگویم اسب مهربان فدای خاک پایت شوم پادشاه که الهی خانه خراب شود از من چیز دیگری خواسته میخواهد من بروم به سرزمینی در بین دریای سیاه و سفید در آنجا زنی اسیر دیو سرخ است من باید با آن دیو بجنگم و زن را آزاد کنم و به اینجا بیاورم اسب گفت گریه نکن شاهزاده خدا کریم است استقامت داشته باش فعلا برو استراحت کن آن شب شاهزاده توانست کمی بخوابد صبح زود بیدار شد و به سراغ اسب رفت غذایش را داد و تیمارش کرد خودش هم یکی دو لقمه نان خورد و اسب را از طویله بیرون آورد و پرسید خب حالا کجا باید برویم؟ اسب گفت لازم نیست تو بدانی دهنه مرا رها کن من خودم به جایی می روم که باید تو را ببرم شاهزاده مهار اسب را رها کرد و اسب تاخت کنان به حرکت درآمد. خدا میداند که چقدر راه رفت تا به ساحل یک دریا رسید و گفت این دریای سیاه است. میدانی چطور از آن بگذری؟ شاهزاده با درماندگی گفت از کجا بدانم؟ اسب مهربان. میدانی این شمشیری که به کمر بسته ای چه کارهایی از اهدهش برمی آید؟ شاهزاده جواب داد نه من از روزی که این شمشیر را به کمر بستم حتی یک بار هم از نیام بیرونش نیاوردم. اسب گفت این شمشیر از آزرخش ساخته شده آن را از نیام بیرون بکش دست را بگذار روی پیشانیت و نکش را به طرف دریا بگیر دریا میشه کافد و راه تو باز می شود وقتی به آن سوی دریا رسیدی دود باریکی را میبینی بینی که از یک قار بلند می شود به آن قار نزدیک می شوی و در می کوبی و می گویی ای دیو بیا بیرون با هم بجنگیم دیو جواب می دهد بیا توی قار با هم غذا بخوریم ولی تو نباید به حرف او گوش کنی باید سه بار او را به مبارزه به طلبی. دیو بالاخره بیرون می آید تو شمشیر جادویی خود را بیرون میکشی و به او حمله میبری و سرش را از تن جدا می کنی سر او به هوا می رود و بعد بر زمین میافتد و به مرکز زمین فرو می رود. آن وقت تو خدمتکار پری را بیرون میآوری و بر پشت من می نشانی یک بار دیگر با شمشیرت سینه دریا را میشه کافی و از آن میگذری آن وقت میتوانی زن را به پادشاه تحویل بدهی. شاهزاده جوان درست همان کارهایی را کرد که اسب گفته بود از دریا گذشت دیو را کشت خدمتکار را آزاد کرد و او را با خود به نزد شاه برد شاه گفت متشکرم دیگر با تو کاری ندارم میتوانی بروی شاهزاده از قصر بیرون رفت این بار هم در ازای خدمتی که انجام داده بود هیچ دست مزدی دریافت نکرد شاه از پری پرسید این همان زنی است که میخواستی؟ پری گفت بله همان است شاه گفت بسیار خوب من آرزوی تو را برآورده کردم حالا تو شکل واقعیت را نشان بده پری گفت خانت خراب شود ای پادشاه اگر من پرهایم را درآورم و تو شکل واقعی من را ببینی خواهی مرد پس چه کنم؟ پرنده گفت در ساحل دریای سرخ چهل مادیان زندگی می کند آنها از آتش ساخته شدند آنها را به اینجا بیاور شیر آنها را بدوش و با شیرشان حمام کن آن وقت تو هم مثل من به یک پری تبدیل می شویم. بعد می توانیم با هم زندگی کنیم. بچه های ما هم پری می شوند. شاه پرسید چه کسی می تواند آن چهل مادیان آتشین را به اینجا بیاورد؟ پری گفت معلوم است همان کسی که مرا به اینجا آورد. همان کسی که خدمتکار مرا به اینجا آورد. بله همان جوان می تواند آن مادیان ها را هم به اینجا بیاورد. پادشاه فریاد کشید آهای بیایید فورا بروید آن مرد جوان را قبل از اینکه از اینجا برود پیدایش کنید و بیاوریدش به قصر معموران شاه با عجله بیرون رفتند و شاهزاده را در حال خوردن شام دیدند گفتند با ما بیا پادشاه تو را احضار کرده شاهزاده به نزد شاه رفت تعظیم کرد و دست به سینه منتظر ماند شاه گفت میدانی چرا احضارت کردم نه علا حضرت نمیدانم. باید به ساحل دریای سرخ بروی چهل مادیان آتشین را که در آنجا زندگی می کنند پیدا می کنی و به اینجا می آوری می خواهم شیر آنها را بدوشم و در شیرشان حمام کنم شاهزاده به اعتراض گفت من چطور می توانم آنها را پیدا کنم وانگهی من یک نفرم چطور می توانم چهل مادیان را به اینجا بیاورم شاه گفت سر مرا با این سوال ها به درد نیاور اگر آنها را به اینجا بیاوری که هیچ اگر نیاوری سرت را از سنت جدا می کنم شاهزاده جوان از قصر بیرون آمد و بار دیگر با چشم گریان به نزد اسب رفت اسب پرسید این بار برای چه گریه می کنی؟ شاهزاده جواب داد اگر من گریه نکنم چه کسی گریه کند؟ پادشاه که امیدوارم خانه اش خراب شود از من خواسته که بروم کنار دریای سرخ چهل مادیان آتشین برایش به اینجا بیاورم. اسب گفت گریه نکن هر بلایی در این ماجرا نازل شود بر سر من می آید. تو هیچ آسیبی نمی بینی. برو به شاه بگو من برای آن چهل مادیان چهل بار شطور پشم چهل بار شطور نمد و چهل بار شطور چرم می خواهم. آنها را به ساحل دریای سرخ بفرستید. وقتی شاه این کار را انجام داد من به آنجا می و چهل مادیان را به اینجا می آورم. شاهزاده رفت پیش پادشاه و حرف را که اسب به او زده بود بازگو کرد. شاه گفت بسیار خوب همین امشب عدله های چرم و پشم و نمد را به ساحل دریای سرخ میفرستم. شاهزاده به مسافرخانه بازگشت. پادشاه آنچه را شاهزاده خواسته بود آماده کرد و هنگام صبح عدله های چرم و پشم و نمد در ساحل دریای سرخ بودند شاهزاده هم سوار بر اسب خود شد و به سوی دریای سرخ تاخت وقتی به نزدیک دریای سرخ رسید اسب گفت شاهزاده باید بدانی که در کنار دریای سرخ چهل مادیان زندگی نمی کند شمار آنها سی و نه عدد است یکی از آنها مادر من است و سی و تای دیگر خواهران من هستند من تنها پسر مادرم هستم یک بار از مادرم نافرمانی کردم و به دست پدر تو اسیر شدم و حالا سی سال است که در خدمت او هستم مادرم سی سال پیش به من گفت اگر دستم به تو برسد تکه تکه ات می کنم. وقتی به ساحل دریا رسیدیم من دراز می کشم. اول روی مرا با عدلهای پشم می پوشانی. بعد با عدلهای نمد و در آخر با عدلهای چرم بعد مسافتی طولانی از من دور می شوی و در جای خود را پنهان می کنی. من شیهه آرامی می کشم. سطح دریا بالا می آید و طوفان ترسناکی در می گیرد. ولی تو اصلا نترس. مادر من از دل دریا سر بر می آورد. خواهرانم دور هم جمع می شوند و گریه می کنند. مادرم به من حمله می کند تا تکت کم کند. اول چرمها ها را از هم می درد. تو در این زمان هیچ حرفی نباید بزنی و هیچ کاری هم نباید بکنی. بعد مادرم نمدها را پاره پاره می کند. باز هم تو نباید حرفی بزنی و کاری کنی. عاقبت مادرم به پشمها می رسد. اما وقتی نیمی از عدلهای پشم را از هم شکافت خسته می شود و از حرکت باز می استد. در این لحظه تو خودت را به او میرسانی و بر پشت او میپری. باید خودت را محکم نگه داری چون مادرم به آسمان می پرد و با چنان سرعتی حرکت می کند که ممکن است تو آتش بگیری اما تو باید خود را به زیر شکم او برسانی او بعد به سوی زمین شیرجه می رود تا تو را به زمین بکوبد وله کند وقتی به زمین نزدیک شد باید دوباره بر پشت او قرار بگیری و مثل شیطان بر پشتش بچسبی و رهایش نکنی بعد آنقدر با شلاق بر شکمش بکوبی که از بینیش شیر سرازیر شود آن وقت میگویی من ارباب تو هستم مادرم تحت فرمان تو در می آید و هر جا هدایتش کنی می رود. من و خواهرانم هم به دنبال تو می آییم. شاهزاده همانطور که اسب گفته بود عمل کرد. اول اسب را با عدلهای پشم پوشاند بعد عدلهای نمد را بر روی او گذاشت و بالاخره عدلهای چرم را. شاهزاده سپس از اسب دور شد و در جایی مخفی گردید. اسب شیهه آرامی کشید سطح آب بالا آمد و طوفانی وحشتناک در گرفت مادر مادیانهای آتشین از وسط دریا پدیدار شد در همین زمان خواهران دور هم جمع شدند و شروع کردند به گریه مادر به پسرش حمله برد اول چرمها را از هم درید شاهزاده در مخفیگاه خود ساکت ماند و هیچ حرکتی نکرد بعد نمدها را هم پاره پاره کرد. باز هم شاهزاده هیچ کاری نکرد. اما وقتی مادیان نیمی از عدلهای پشم را از هم درید، خسته شد و به استراحت پرداخت. در این لحظه شاهزاده از مخفیگاه خود بیرون آمد. خود را به اسب رساند. پای خود را در رکاب کرد و بر پشت اسب پرید. مادیان از زمین برجست و به هوا رفت. باد همچون شلاق بر بدن شاهزاده میخورد و پوستش را میسوزاند. شاهزاده به سرعت به زیر شکم مادیان لغزید و مادیان به طرف زمین شیرجه رفت تا او را بی اندازد یا بر زمینش بکوبد. مادیان مستقیما به طرف زمین میرفت که شاهزاده دوباره خود را به پشت او رساند و بر روی زین جا گرفت و مثل شیطان به اسب چسبید. بعد شلاقش را کشید و شکم مادیان را زیر ضربات شلاق گرفت تا اینکه از بینی مادیان شیر سرازیر شد در این هنگام شاهزاده به اسب گفت من ارباب تو هستم مادیان فورا آرام شد و در اختیار شاهزاده قرار گرفت حال شاهزاده می توانست او را به طرفی که می خواهد بتازاند شاهزاده به نزد اسب خود بازگشت و سوار بر مادر او راه قصر را در پیش گرفت نریان و خواهرانش هم او را دنبال کردند شاهزاده اسبها را به طویله پادشاه برد و خودش به ملاقات پادشاه رفت و گفت علا حضرت مادیانها را آوردم شاهزاده این را گفت و از نزد پادشاه مرخص شد و با اسب خود به مسافرخانه بازگشت پری به پادشاه گفت بسیار خوب حالا مادیانها را بدوش و در شیر آنها همام کن شاه با درماندگی گفت چه کسی مادیانها را می پری گفت ای شاه خانت ویران شود چرا اجازه دادی آن جوان برود؟ او می تواند مادیانها را بدوشد پادشاه بار دیگر معموران خود را روانه مسافرخانه کرد تا به شاهزاده بگویند که باید برگردد و مادیانها را بدوشد. اسب به شاهزاده گفت وقتی می روی خواهران مرا بدوشی من را هم با خود ببر. قبل از دوشیدن آنها انگشتری را که از پدرت گرفته ای به یک نخ پنبه ای ببند و آن را در وسط خم بزرگ شیر آویزان کن و شمشیرت را هم در بالای آن قرار ده. مادیانها را یکی یکی بیرون بیاور و هر کدام را جداگانه بدوش. بعد لباست را درآور و در شیر مادیان ها حمام کن. بعد لباس بپوش، شمشیرت را بردار، آن را تمیز کن. بعد به خدمتکاران بگو که به شاه اطلاع دهند که میتواند بیاید و در شیر همام کند. شاهزاده همه این کارها را انجام داد و هیچ آسیبی به او نرسید. اما وقتی پادشاه لباس خود را درآورد و وارد خم بزرگ شیر شد، شیر ناگهان به جوش آمد و شاه به یک تکه گوشت تبدیل شد شاهزاده باز هم بر طبق گفته های عصب عمل کرد لباسهای خود و آنچه را از شاه باقی مانده بود به درون یک چاه انداخت و خودش لباس پادشاه را پوشید و به تالار قصر بازگشت و بر تخت نشست پری بیدرنگ دریافت که برای شاه واقعی چه اتفاقی افتاده است. فورا پرهای طلایی خود را درآورد و به دوشیزه ای بسیار زیبا تبدیل شد. بعد به شاهزاده نزدیک شد و دست در گردنش انداخت و گفت من هرچه کردم به خاطر تو بود. حالا تو پادشاهی و من ملکه. مردم از ماجرا به کلی بی خبر بودند نمیدانستند چه اتفاقی افتاد و نمیدانستند چه اتفاقی نیفتاده است پادشاه جدید چند ماهی بر مملکت خیش فرمان راند تا اینکه یک روز ناگهان به یاد پدرش افتاد و اشک از چشمانش سرازیر شد وقتی پریدید همسرش گریه می کند گفت شوهر عزیزم خانه عطاباد تو زنی داری مثل من و حالا هم که پادشاه شده ای چه چیزی غمگینت کرده؟ چرا گریه می کنی؟ شاهزاده گفت همسر عزیزم فدایت شوم مگر نمیدانی که پدر من شاه است چشمان پدرم کور شده من به اینجا آمده بودم که راه علاجی برای درد او پیدا کنم و حالا دست روی دست گذاشتم و هیچ کاری نمی کنم پری خندید و دستهایش را به دور گردن شاهزاده حلقه کرد و گفت عزیزم خانه آباد پدرت برای این کو شده که ده سال تلاش کرد مرا بگیرد و هرگز نتوانست من میروم پیش پدرت انگشتش را میبرم و خون آن را بر چشمهایش میمالم فورم بینا می شود بیا برویم به قصر پدرت شاهزاده جشن بزرگی برپا کرد و مردم را گرد آورد و گفت ای مردم من باید به سرزمین دیگری بروم شاید برگردم و شاید هم برنگردم برای خود پادشاهی انتخاب کنید مردم مرد خوبی را به پادشاهی برگزیدند شاهزاده و همسرش از مردم تشکر کردند لباس مردم عادی را پوشیدند پول و توشه سفر برداشتند و سفر خود را آغاز کردند سی و نه مادیان و یک نریان را هم از طویله قصر بیرون آوردند و با خود بردند ملکه بر نریان سوار شد و شاهزاده بر پیرترین مادیان یعنی مادر نریان مردم به اصرار به اندازه یک روز را آنها را بدرقه کردند و بعد به خانه های خود برگشتند شاهزاده و همسرش در حالی که هنوز تشکرهای مردم در گوشهایشان تنین انداز بود به سفر خود ادامه دادند. به حوالی شهر شاهزاده که رسیدند به یک چوپان برخوردند. شاهزاده به او گفت ای چوپان به قصر شاه برو بگو فرزند کوچکت برگشته. چوپان با عجله خود را به قصر رساند و به پادشاه گفت پادشاه ها چشمتان روشن پسرتان از سفر برگشته. پادشاه پرسید با خودش چه آورده؟ چهل مادیان به رنگ آسمان و یک زن بسیار زیبا پادشاه گفت خدا را شکر او از سرزمین خیلی دوری آمده من گمان می کردم خودم به سفر خیلی دور و درازی رفتم ولی حالا می بینم در مقایسه با او سفرم خیلی هم طولانی نبوده آهای بیایید بیایید به این چوپان یک کاسه طلا بدهید شاهزاده وارد قصر شد و دست پدرش را بوسید. پادشاه هم گونه او را بوسید. همسر شاهزاده انگشت پادشاه را برید و خونش را به چشمهای او مالید. فورا چشمهایش بینا شد. پادشاه پیشانی عروسش را بوسید و تاج را از سر خود برداشت و بر سر پسرش گذاشت و با صدای بلندی گفت پسرم از این به بعد تو پادشاه ما هستی و همسرت ملکی ما به این ترتیب همه ای آنها به مراد دلشان رسیدند خدا کند شما هم به مراد دلتان برسید